چهار دهه پس از انقلاب ایرانسوز بهمن 57 و باز و رسوا شدن مشت‌های آسمانکوب قوی و گوناگون، شبح پهلوی بر فراز آسمان ایران می‌چرخد. شبحی که از جان‌های مشتاق برخورداری و آزادی دلربایی می‌کند. چهار دهه پس از سقوط شاهنشاهی پهلوی، چرا ایرانیان هر بار که به خیابان می‌روند روح رضا شاه را فرا می‌خوانند و از نوه او می‌خواهند که در کسوت شاه ایران به کشور بازگردد؟ چهار دهه پس از بیرون کردن شاه فقید و خانواده‌اش به دست امت انقلابی و ترور اعضای خانواده و نزدیکان خاندان پهلوی، چه شده است که آن خانواده اینک این گونه هدف مهر و توجه ایرانیان قرار گرفته است؟ واقعیت ایران امروز این است که ایرانیان چون به تاریخ معاصر خود می نگرند، ایران دوران پهلوی را چنان پردیسی خوش و خرم می بینند که در میانه تباهی قجر و جهنم جمهوری اسلامی چشم آنان را می نوازد. عامه مردم که بر عقل سلیم تکیه دارند و همچون روشن فکران گرفتار ایدئولوژی ها پنهان کننده واقعیت نیستند، طبیعتاً از این مشاهده نتیجه ای بدیهی می گیرند. چهار دهه پس از جمهوری اسلامی، ایرانیان نه آزادترند، نه برخوردارترند، نه محترمتر، نه امتر، نه قدرتمندتر و نه مستقلتر. ایرانیان در سیمای ایران عصر پهلوی تنها یک تجربه تاریخی نمی بینند، بلکه نقشه راه پس گرفتن ایران و دوباره ساختن آن را هم می بینند. هر انسان عاقلی در می یابد که تفاوت شگرف ایران عصر پهلوی با قبل و بعد از آن نمی تواند تصادفی باشد. در اندیشه و منش نخبگان عصر پهلوی که ایران را با رهبری رضا شاه و محمد رضا شاه ساختند، چند اصل راهنما می توان دید: ایرانگرایی، توسعه گرایی، واقع گرایی، آزادی گستری و حاکمیت قانون. نخبگان عصر پهلوی فرزندان راستین عصر مشروطه بودند. تجربه پهلوی در واقع واکنش نخبگان ایران به بحران اندیشه مشروطه خواهی در انتهای دوره قجر در برخورد با مسائل ایران بود. در انتهای عصر قجر، ایران در آستانه تجزیه بود و بحران‌های اقتصادی سیاسی خارج از کنترل شده بودند. ناگزیر نخبگان ایرانی با توجه به شرایط خاص ایران به بازاندیشی در مسئله مشروطه خواهی و بومی کردن آن پرداختند. به این معنا منش و روش نخبگان عصر پهلوی تجربه‌ای اصیل و ایرانی در اندیشه و عمل سیاسی در ایران بود. پهلوی ها ایرانگرا بودند. ایران مرکز توجه شاهان پهلوی و نخبگان آن عصر بود. هدف آنها بهبود وضع ایرانیان و بازگرداندن عظمت ایران بود. اما اندیشه 57 ارتجاع سرخ و سیاه، ائتلاف شوم اسلامگرایان، مارکسیست ها و تجزیه طلبان یا اساساً به ایران التفاتی نداشت و ندارد، یا ایران را سکوی پرشی برای خدمت به جنبش فرا ایرانی می دید و می بیند، یا دشمن ایران و در پی پاره پاره کردن آن بود و هست. پهلوی ها توسعه گرا بودند. ایران را به سرعت ساختند. زمانی که ایران را ترک کردند، تولید سرانه ناخالص داخلی ایران از تولید سرانه ناخالص داخلی ترکیه و کره جنوبی نه تنها بالاتر بود، بلکه با سرعت بیشتری هم در حال رشد بود. چهار دهه بعد از استیلای اسلامگرایان، تولید سرانه ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت همچنان از پیش از انقلاب پایین تر است. چنده مارکسیست ها حتی از اسلامگرایان نیز
خالی تر است و هر جا به قدرت رسیده اند فقر و بدبختی را توزیع کرده اند. تجزیه طلبان نیز جنگ داخلی و ویرانی را وعده می دهند، نه توسعه و رفاه را. پهلوی ها واقع گرا بودند و جهان را می شناختند. به محدودیت توان داخلی و بین المللی ایران واقف بودند و بر اساس آن برنامه ریزی می کردند. اما 57 ها گرفتار مالیخولیا بودند و هستند. یکی به دنبال انترناسیونالیزم پرولتری و مبارزه با امپریالیزم جهانی بود و دیگری به دنبال هلال شیعی و مبارزه با استکبار جهانی و فراهم کردن مقدمات ظهور. آن یکی هم در کشوری چون ایران که از نظر نژادی و فرهنگی در هم آمیخته است، به دنبال قطعه کردن کشور و درست کردن کشورک ها بر اساس خلوص نژادی است. ایران عصر پهلوی در زمینه آزادی ها در تاریخ ایران بی نظیر بود. آزادی های زنان، آزادی های مذهبی، آزادی های جوانان، آزادی های اقتصادی و آزادی های اجتماعی در طول تاریخ ایران نظیر نداشت و از نظر سیاسی نیز ایرانیان عصر پهلوی از قبل و بعد خود آزادتر بودند. ایرانیان به منطقه که می نگرند جمهوری هایی را می بینند که عمدتاً برای شهروندانشان فقر، سرکوب، بی‌ثباتی و فلاکت به ارمغان آورده اند. چه جمهوری های اسلامی در عراق و افغانستان، چه جمهوری بعثی در سوریه و جمهوری قوم مذهب محور در لبنان. حتی در جمهوری لایق ترکیه نیز اردوغان اسلامگرا از دل صندوق رأی برآمده و ترکیه را به بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان بدل کرده است و نرخ تورم سر به فلک می کشد. در مقابل پادشاهی های منطقه نمونه های خوبی از میان روی، ثبات و رفاه اقتصادی اند و حتی محافظه‌کارترین پادشاهی های منطقه نیز به سرعت در حال رها شدن از قیود سنن محدود کننده در زمینه های آزادی های اجتماعی است. در خاورمیانه پادشاهی ها شهروندانشان را خوشبخت تر کردند. ایرانیان وقتی به رقبای گفتمانی پهلوی ها در ایران کنونی می نگرند، باز کفه ترازو به نفع پهلوی گرایی سنگینی می کند. شاهزاده رضا پهلوی که این 14 از میراث پهلوی محافظت کرده، در میان ایرانیان شخصیتی محبوب است و حتی بدترین دشمنانش نیز نتوانستند در زندگی سیاسی و اخلاقی و مالی او نقطه سیاهی پیدا کنند. ناچار به تمرین یوگای او گیر می دهند. آنچه او به ایرانیان وعده می دهد، یک دموکراسی سکولار و فرصت رفراندوم برای تعیین نوع نظام است. در مقابل گروه های اسلامگرا نهایتاً نسخه ای از همین تباهی کنونی را ارائه می کنند. چپگرایان هم باید به سابقه سیاهشان نه فقط در ایران که در جهان تکیه کنند و تجزیه طلبان جنگ داخلی را وعده می دهند. شاهزاده رضا پهلوی می تواند خیلی عظیم پادشاهی خواهان و پهلوی گرایان را در ایران تحت رهبری خود متشکل کند. در مقابل گروه های جمهوری خواه سخت متشتت و فاقد چهره هایی اند که حتی در میان خود جمهوری خواهان و 57 ها از اعتبار فراگیر برخوردار باشند. صدا زدن پهلوی ها تنها نشانه نوستالژی به گذشته از دست رفته نیست، نقشه راهی برای ساختن آینده ایران است. ایرانیان امروز هم می دانند چه نمی خواهند و هم می دانند چه می خواهند. ایرانیان به دنبال قرار دادن دوباره قطار ایران روی ریلی اند که ایران پیش از انقلاب ایران سوز بهمن بر آن قرار داشت. ریل ترقی و تمدن.